بوشهری هار تا لباس های زیبای اقوام ایرانی. استان شمال بختیاری صنایع دستی داره، قالی بافی داره، قالی بافی سنتی رو داره. غذاهای خوشمزه محلی هر بازدید کننده ای را به سمت سیاه چادرهای عشایر قشقایی میکشاند. عالی بود، خیلی خوب. نمایشگاهی به وسعت یک ایران، از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب کشور. از خوزستان گل نرگس را آوردیم که به عنوان میراث طبیعی در فهرست سازمان میراث فرهنگی کشور ثبت شده. شهر تبریز یک ظرفیت بسیار خوب و ارزشمند فرهنگی و میراث معنوی بوده که انتخاب شده به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی. 430 شرکت داخلی فعال در صنعت گردشگری به مهمترین رویداد صنعت گردشگری ایران اومدن تا ظرفیت‌های استان‌های خود را به نمایش بگذارند. اصفهان از ظرفیت‌های بسیار عظیمی در حوزه‌های دیگر در بخش گردشگری طبیعی، در بخش گردشگری سلامت، فولکلور و سایر آداب و سنت‌هایی که در منطقه وجود داره برخوردار هست. این مجموعه تونسته که 78 نفر تا 121 نفر رو با توجه به فصل‌های متفاوت مشغول به کار بکنه. در 11امین نمایشگاه بین‌المللی صنعت گردشگری 70 شرکت خارجی از 21 کشور هم حضور دارند. ایران جاذبه‌های گردشگری زیادی داره و بناهایی داره که نمونه اون رو در هیچ جای دنیا نمیشه پیدا کرد. ما به عنوان کشور دوست و همسایه خیلی خوشحال میشیم که ببینیم صنعت گردشگری ایران روز به روز در حال گسترش پیدا کردنه. ما پارسال حدود 115 تا تور واردی از اروپا به ایران داشتیم. در آیین گشایش این نمایشگاه سخنران ها نیز همگی بر توجه به صنعت گردشگری برای رونق اقتصادی کشور تاکید کردند. سرعت اشتغال در گردشگری 2.5 برابر سایر بخش هاست و خوشبختانه یک حلقه کاملا قابل توجهی داره گردشگری. ما کمتر توجه کردیم به این زنجیره. در این آیین معرفی داشته‌های ایران در زمینه گردشگری نیز راهبرد سازمان متولی گردشگری در ایران اعلام شد. در بخش گردشگری تبلیغات و معرفی داشته‌ها و جاذبه‌ها اهمیت دوچندانی داره. بنابراین ما امسال نمایشگاه گردشگری امسال رو سعی کردیم بر گردشگری محصولات گردشگری متمرکز کنیم. در این آیین از تمبر نمایشگاه صنعت گردشگری هم رونمایی شد. معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان‌های مختلف از اهداف نمایشگاه است. پس اگر می‌خواهید فقط در چند ساعت ایرانگردی کنید و اوقات شاد و مفرحی داشته باشید، حتماً به نمایشگاه گردشگری